فرانسه در مورد مذاکرات پیشرو در وین به ایران هشدار داد. روسیه نیز میگوید انتظار دارد مذاکرات به توافق بیانجامد. گیتاریان و جزئیات بیشتر. ژان ولودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه در مصاحبه با روزنامه لوبون به ایران هشدار داد که با موضع غیر واقعی به مذاکرات نیاد. او گفته خواسته ایران که تمامی تحریم‌های اروپا و آمریکا از سال 2017 باید لغو بشن از نظر اونها غیر واقعیه و فرانسه میخواد ابتدا بفهمه که آیا نشست روز 8 آذر ادامه مذاکراتی خواهد بود که در تابستان متوقف شد یا خیر. مقامات ایران هیچگاه از واژه ادامه مذاکرات استفاده نکردند و آخرین نمونه اون هم توییت دو روز پیش علی باقری مذاکره کننده ارشد ایرانه که نوشته بود مذاکراتی که در 8 آذر آغاز میشن. وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه گفته اگر صحبت‌ها تظاهر به گفتگو باشه باید برجام رو تو خالی تلقی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند دیپلمات غربی نوشته در مذاکرات وین آمریکا باید سعی کنه که روسیه و چین رو با خودش همسو بکنه. از توییت های نماینده روسیه در مذاکرات برمیاد که این طور باشه. میخائیل اولیانوف یک توییت راب مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران رو که نتیجه نشست ریاض با اروپایی ها و کشورهای عرب در مورد هم نظری در خصوص بازگشت به برجام بوده رو مثبت و توصیف کرد و در پاسخ به توییت دیگه مالی نوشته نتیجه ادامه راه کنونی ایران رو دیدیم، اما روسیه از گزینه دیگه‌ای که جلو پای ایران مثل احیای توافق قویاً حمایت میکنه. انریکه مورا هم که این مذاکرات رو اداره میکنه امروز در امارات با وزیر خارجه اون کشور در مورد مذاکرات اتمی با ایران گفتگو کرد و پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید گزارش‌ها در مورد توافق موقت رو رد کرد. از هر گونه تغییر در موضع یا رویکردمان بی اطلاعیم. در این حال مقام‌های آمریکا گفتند که ممکنه به جایی برسیم که دیگه احیای برجام ارزشی نداشته باشه. گیتا آریان، صدای آمریکا.